رشته دوم در بیان جبر و اختیار، و جبر چهار است. خب اینجا جبر رو به چهار قسمت تقسیم می کند. یک توضیح مختصری در این خصوص عرض بکنم. اینکه خیلی از مفاهیمی که پیچیده هستند و در ذات خود پیچیدگی خاصی دارند، عوام مردم نسبت به این مفاهیم یک گونه پندار دارند و تصور می‌کنند که تمامی مسئله آن است که در ذهن این اشخاص بوده است و مقبوله‌ای یا به هر حال معقوله‌ای بوده است و اینها رو خود درک کرده‌اند و یافتند. اما وقتی که گام به گام به سمت پیشرفت فکر و اندیشه قدم برمی‌دارند، می‌بینند که آنچه که تصور می‌کردند آنگونه نبوده است و می‌توان موارد زیادی رو مطرح کرد و هر لفظی که خود حاوی یک معانی خاص است در جاهای مختلف و در شرایط مختلف ممکن است معانی خاصی داشته باشد. یکی از کارهای مهمی که مثنوی انجام داده است همین است که تصورات و تصدیقاتی که افراد عوام و عموم مردم نسبت به مسائل مطروح در فکر بشری دارند رو به گونه دیگری بازسازی و بیان کرده است. این رو بایستی دقت داشت و بهش توجه کرد. غالب اشخاصی که ما در این جهان و در دنیای فعلی باهاشون مواجه هستیم از یک مفهوم، یک شرایط خاص و متقن و محکمی رو در ذهن خود دارند. مثلا اگر از کسی بپرسی جبر یعنی چه، میگوید خب من میدانم جبر چیست و نمیتواند شقوق مختلف جبر رو درک کند. کاری که مولانا کرده است این است که شقوق مختلفی که برای هر یک از این مفاهیم عمده، مفاهیم عام وجود دارد، این شقوق مختلف رو بررسی کرده است که مجال تفکر و اندیشه فراوانی رو به انسان میدهد. این مجال اندیشه و تفکر بسیار مغتنم است. اینکه مثلا ما از عوام بپرسیم دعا یعنی چه؟ خب خواهند گفت دعا یک امر خوب و ممدوح و پسندیده هست. اما وقتی در لسان بزرگان و در لسان اهل علم یا اهل عرفان یا اشخاصی مانند مولانا برخورد میکنیم، میبینیم که او تصورات دیگری رو برای ما مطرح میکند، راه های خیلی خاصی رو برای ما مطرح میکند که قبلا ما به اینها فکر نکرده بودیم و اندیشه ما در آن حد جولان نداشته است. و وقتی که این رو با آن مخالف میبینیم، با یافته های خود و با مقبولات خود، از آن جهت این دچار سردرگمی میشویم. بنابراین همونچنان که گفتند بایستی در مورد قرآن چنین رفتار کرد که ذهنیت های تفسیری، ذهنیت های خاص رو باید کنار گذاشت و با قرآن از وجهه خاص قرآنی رفتار کرد و با قرآن به واسطه عظمت قرآن مواجه شد، بدون هیچ پیش برداشتی که ممکن است انسان رو از محاق قضیه به بیرون بکشد و او رو منحرف کند. همچنین است در مورد متون بسیار بزرگ، متون عظیمی که هست، انسان نباید با پیش‌داوری های خاص با این متون مواجه شود و اگر پیش‌داوری باشد البته به مرام و مقصد اصلی آن نویسنده و آن متن نخواهد رسید و پی نخواهد بود. از این جهت آنچه که انسان مواجه است با مقبولات خود و آن چیزهایی که قبول کرده است، شاید بر اساس عقل بوده است، شاید بر اساس عقل نبوده است، شاید بر اساس نقل بوده، ما هممون یک مقبولاتی داریم، ما چیزهایی رو قبول کردیم، ما
ممکن است خیلی هاش مستدل نباشه و کاملا استدلالی و یقینی نباشد، مقبول ما هست، ما او رو قبول کردیم. حال هر علتی داشته است، ممکن است علت ژنتیکی داشته باشد آن مقبول ما، ممکن است علت خانوادگی داشته باشد، علت روانشناسانه داشته باشد، علت جامعه شناسانه داشته باشد، علتهای علمی و یا زیستشناسانه داشته باشد که ما یک چیزی رو قبول میکنیم. و غالب تفکرات ما همچنین است، غالب تفکراتی که ما داریم آن مقبولهای ما هست، ما قبول کرده ایم. اگر از ما بپرسند که چرا قبول کرده ای، جواب خیلی صریح و روشنی در مورد این نداریم، و یا اگر جوابی هم داریم آن جوابها غالبا علمی نیست و بر مبنای سخن و مبنای اهل علم نیست. این بسیار نکته مهم و حساسی است که خواستم عرض کنم. در بحث جبر اختیار که بحث عامی هست، غالبا من این مواجهه رو احساس میکنم، مواجهه‌ای که با سخن جدیدی که مولانا میگوید به واسطه آن چیزی که عام است، مشهود است و مشهور است و مقبول است، همه قبول کردن، همه این رو قبول کردن که ما اختیار داریم و اختیارمان خیلی زیاد است. حال اگر کسی بیاید و بگوید که اختیار شما چندان چیزی نیست و اختیار شما در دایره محدود جبری است که قرار دارد، آن وقت ما با چالش‌های فکری عمیقی مواجه خواهیم شد. دلیلش این است که ما آن را قبول کرده ایم به هر دلیلی که به ما گفتند و از هر جا که اینها رو آموخته ایم، شنیده ایم و یا از مدرسه های رسمی اینها رو آموخته ایم. اما در مواجهه با مثنوی بایستی این پیشداوری ها رو کنار گذاشت، این مقبولات رو کنار گذاشت. اگر میخواهیم به عمق مطلب پی ببریم، بایستی بدون هیچ گونه پیشداوری و حتی داوری در هنگام خواندن این رو آموخت. بعد که آموختیم، بعد که به یک مرحله خاصی از درک رسیدیم، آن وقت است که میتوانیم این معلومات خود رو با هم بسنجیم و با هم دیگر در محک و میزان و معیار عقل و علم خود و به اندازه دانش خود بگذاریم و نهایتاً نتیجه‌ای از اینها حاصل کنیم و یک مقبوله دیگری برای خود در اینجا مهیا کنیم. آن مقبولات قبلی رو بایستی ما از دست بدهیم. و اساساً مفهوم این که انسان بیاموزد همین است که مقبولات قبلی رو کنار می نهد، وگرنه آموختن مفهومی ندارد. اگر من همان را که قبلا قبول داشتم بعد از خواندن صد کتاب باز هم همان را قبول کنم، که دیگر این قهقرا رفتن و به هر حال جهل مرکب است. من بایستی بتوانم ذهنم رو اونقدر آماده کنم، ذهنم رو اونقدر خالی بکنم از مقبولاتی که دارم تا سخن جدید رو بتوانم درک کنم و بر اساس آن بتوانم به یک بینش و معرفت عمیق دست پیدا کنم. غالبا چون سخنان مولانا غیر از سخنان عوام و غیر از مقبولات است، غالبا یک مقاومتی در برابر این سخنان ایجاد می شود که اگر ما ابتدا ذهن رو خالی کنیم، بعد می توانیم اینها رو، این مسائل رو بیشتر و بهتر درک بکنیم. مفهوم این نیست که ما آموخته های قبلی رو کنار بگذاریم، نه، در موقع آموختن بایستی جایگاهش رو مشخص کنیم، این رو اندکی موقتا کنار بگذاریم، این کوله پشتی افکارمون رو و آنچه که در آن داریم اندکی کنار بگذاریم که بتوانیم جمع کنیم. سپس با سنجش اینها و با میزان اینها بتوانیم که به یک مقبوله جدیدی دست پیدا کنیم. رشته دوم در بیان جبر و اختیار. جبر چهار است. این دیدگاه مشهور عرفاست که جبر رو به چهار قسمت تقسیم کردن. جبر جزئی، یکی جبر جزئی است و این ضد اختیار است. خب جبری که جزئی باشد یعنی
غالبه عوام به این معتقدن. عوام میگویند که ما خیلی اختیار داریم و خیلی خود رو مختار میدانند، چون نمیدانند، چون به مسائلی که در جهان هست، به روابط جهان آنقدر آشنا نیستند. اما هرقدر که انسان علمش برتر شد، آن جبر رو قویتر و عمیق‌تر میداند. یک ستاره شناس جبر رو خیلی بهتر و عمیق‌تر درک میکند، چون که میبیند همه آنچه که مقرر است، همه ستاره ها، همه اجرام آسمان، همه در یک دایره جبری حرکت میکنند، به گونه ای که ما میتوانیم بعد از 2000 سال بدانیم که فلان مثلا سیاره و فلان ستاره در کجا و در چه افقی و در چه طول و عرض جغرافیایی دیده خواهد شد، رصد خواهد شد. می توانیم بگوییم که فلان ستاره و فلان سیاره کی از کنار فلان ستاره خواهد گذشت و زمانش رو خیلی عمیق می توانیم بسنجیم. اینها نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این است که جبر کلی است و اختیار ما جزئی است. اگر جبری نبود، نبایستی آن جایی که ما تصور می‌کردیم بعد از 2000 سال این شرایط برای آن ستاره معین اتفاق خواهد افتاد، می‌افتاد. خب این جبری است که نهایتاً او رو به آن سمت خواهد کشید و منجر به این خواهد شد که ما دقیقاً در همان سال و در همان ساعت و دقیقه و ثانیه همان را مشاهده خواهند. اگر این جبر نیست پس چیست؟ اگر این مجبور نیست که این سیاره، این ستاره یا هر جرمی مجبور نیست که حرکت کند، پس چه میکنند؟ در آزمایشگاه ها چه میکنیم؟ این همه دانشمند شبانه روز در آزمایشگاه هستند، چه میکنند؟ اینها فقط میخواهند جبر رو کشف کنند، میخواهند جبر علم رو کشف کنند، که میدانند که اگر چون این شود، اگر چون این آزمایشی در تحت چون این شرایط خاص باشد، حتما نتیجه جبری آن معین است و حتما نتیجه جبری خاصی خواهد داشت. در ریاضیات، در شیمی، در فیزیک، در همه علوم، در همه علوم پایه چون این هست. یک زیستشناس میداند اگر این گیاه را بکارد و در شرایط خاصی برایش مثلا موادش رو کم و زیاد کند و به اون نور و موارد گرما برساند، نهایتاً چه خواهد شد؟ همه اینها، این همه آزمایشگاه ها و لابراتوار ها که در جهان هست، همه ثابت کننده این جبر کلی است و جبر مطلق است. و ما هم چنین هستیم و بشر هم خود چنین است. آنهایی که جبر رو نمیپذیرند بایستی بگویند که آیا اینها میتوانستند، مثلا به شکل عامیانه بگوییم، اینها میتوانند پدر و مادر خود را عوض بکنند؟ اینها میتوانند سال تولد، محل تولد خود را عوض بکنند از ابتدا؟ اینها میتوانند مرگ خود را به عقب بیندازند؟ اینها میتوانند یک لحظه جبر مرگ را از خود برانند؟ اگر ممکنه یک لحظه، یک ثانیه بیشتر زنده بمانند، مگر می شود؟ بشر این رو واقعا بایستی به رأی العین این رو درک کند و بداند و بشناسد. حال اینجا 4 مورد رو می گوید. بدایت حال باید دانست که نفس او را اختیاری هست که امر و نهی و وعد و وعید بر آن متفرع است. نفس انسان دارای اختیاری است. این انسانی که مجبور قرن خود است، مجبور سال خود است، مجبور جنسیت خود است. شخصی میتواند جنسیت خود را عوض بکند؟ مثلا پسر است دختر شود، دختر است پسر باشد، مگر میشود؟ همه اینها محتوم است، اینها جبری است. یک اختیار جزئی در یک قسمت‌هایی از زندگی به ما داده اند که امر و نهی. خب به کسی امر میکنیم و کسی رو از کاری نهی میکنیم، اینها جزء اختیارات ماست. وعد و وعید، وعده یعنی وعده خوب، وعید یعنی وعده بد، وعده به کار بد.
بر آن متفرع است که ان النفس لاماره بسو. میگوید نفس اینجا چون اماره بسو است میتواند بسیار بسیار امر کند به سو، به بدی، پس اختیار جزئی وجود دارد. مولانا معتقد است این که ما میگوییم امری هست و نهی هست، ما میگوییم فلان کار رو نکن، حال ما که بگوییم مهم نیست، خدا میفرماید که فلان کار رو بکن و فلان کار رو نکن. اگر جبر بود و خدا میفرمود که فلان کار رو نکن و من نمیتوانستم که آن را نکنم، خب اون وقت فرمان خداوند عبث و بیهوده بود و این چون این چیزی ممکن نیست. خداوند میداند که به من یک اختیار جزئی داده است و نسبت به همان اختیار جزئی از من چیزی میخواهد و خود هم میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این وسعت نفس نیست، وسعت اختیار او هست، یعنی خداوند هیچ کس رو مکلف نمی کند به خارج از اختیار خود. اینقدر به او تکلیف می فرماید که این اختیار داشته باشد و مفهوم این امر و نهی هم چنین است و در حد خاص مقبول است و امر بی اختیار نباشد. و اگرچه در حقیقت ایشان مجبورند اما از مجبوریت خود آگاهی ندارند. خب عوام مجبور است ولی نمی داند که مجبور است، فکر می کند که خیلی هم اختیار دارد، فکر می کند که مختار است. خب فرق عوام و خواص همینه دیگه. عوام آیا می داند که مثلا وقتی نشسته است چه فعل و انفعالات خاصی مثلا در قلب او در بدن او انجام می شود، چه علم عظیمی وجود دارد و چه شرایط عظیمی در قلب او، در ریه های او و در کلن در بدن او، در زیست او وجود دارد؟ عوام آیا اینها رو درک می کند؟ نه، بدون اینکه درک کند و بدون اینکه بداند اینها از لحاظ علمی جبری است و این جبرن چون این اتفاقاتی خواهد افتاد، جبرن قلب خون رو به سایر قسمت های بدن خواهد فرستاد، جبرن مواد مبادله خواهند شد، جبرن چه و چه و چه خواهد شد. اینها رو وقتی که می داند و کسی که میداند و کسی که نمیداند یکی نیست. دوم جبر تیقن، جبری که یقینی باشد و آن در مرتبه توحید افعال است. یعنی انسان توضیح خواهد داد که انسان اگر به توحید افعال معتقد باشد، توحید افعال چیست؟ توحید یعنی یکی دانستن. اصلا توحید معنی خود لفظ توحید این است که نسبت وحدت دادن به چیزی. توحید یعنی نسبت وحدت دادن، ما نسبت وحدت میدهیم. این توحید افعالی یعنی نسبت وحدت میدهیم به فعل خداوند. یعنی چه؟ یعنی این که هر فعلی که در جهان انجام میشود نسبتش به خداوند. کسی حق ندارد این نسبت رو به خود بدهد. اون نسبت، نسبت هر فعلی در جهان نسبت به خداوند است. هر کاری که می کند خداوند می کند، دیگران که کاری نیستن. هر کاری که انجام می دهد خداوند انجام می دهد. و سوم جبر تخلق که و آن در مرتبه توحید صفات است و متوسطان در این مرتبه مجبوریت خود را مشاهده می نمایند. خب یک عده هم جبر تخلق دارن، یعنی اینکه اینها آفریده شده هستن. تخلق یعنی قبول آفریده شدن و قبول خلق شدن. آن توحید صفات است. متوسطان در این مرتبه مجبوریت خود را مشاهده می کنند. افرادی که متوسطان از عوام بالاترن و افراد متوسطی هستن، اینها در اینجا جبر خود را مشاهده می کنند، می فهمند که مجبور هستن، در حالی که عوام متوجه این قضیه نبودند. و جبر کلی که آن را جبر تحقیق خوانند، جبری که حقیقت یابی شده است. تحقیق یعنی حقیقتاً به آن رسیدند. و آن در مورد بقای بعد الفنا هست. اخص الخواص را دست دهد و در این مرتبه جبر و جابر و مجبور یکی باشد.
در اینجا دیگر جبر و جابر و مجبور یکیست. یعنی جابر خداوند است، مجبور هم این انسانی است که به وجود آمده است، و جبر هم نسبتی است که هست، مانند عاشق و معشوق و عشق که چگونه با هم دیگر، مانند عاقل و معقول و عقل. اینکه اتحاد عاقل به معقول رو فلاسفه ما راجع بهش سخن گفتند و از ملا صدرا تا دیگران بهش اعتقاد دارند، همین است، اتحاد عاقل به معقول. یعنی عاقل و معقول یک جایی می شود که اینها متحد می شوند، و اگر متحد نشوند اصلا این عقلانیت نیست و این عقلانیت به صحت نرسیده است. و همچنین است جابر و جبر و مجبور که با هم می باشند. باز اینجا اختیار رو نماید، و چنانچه در بدایت مختار بوده اینجا نیز باشد، چنانچه در جبر جزئی حضرت مولوی فرماید. خب میگوید که انسان از جبر شروع شد کرده است، ما که نبوده ایم، خدا جبرن تصمیم گرفت ما رو به این جهان بیاورد، از شما نظری خواست خداوند که شما رو به شما اختیار میدهم، اختیار خلق میدهم به شما، به شما اختیار میدهم که آیا بیافرینم، اختیار آفرینش به شما میدهم. از کسی از شما خداوند اجازه خواست، اذن خواست که میخواهم شما رو بیافرینم. آفرین. آیا اذن میخواهد میخواهم شما رو بمیرانم؟ میخواهد. بنابراین انسان با جبر آغاز می شود زندگی انسان، و با جبر هم پایان می پذیرد. در این وسط یک مقدار این اختیار رو دارد که مثلا این که گویی این کنم یا آن کنم، این سیب سرخ رو بخورم یا سیب زرد رو بخورم، دو تا بخورم یا یکی بخورم، این شاید در این حد ما می توانیم به اختیار انسان قائل باشیم، که البته آن هم باز میتوان راجع به همان هم بحث کرد و چیز دیگری را آورد. منظور این است که انسان با جبر آغاز میکند. عوام جبر رو متوجه نمیشوند ولی در جبر هستند، ولی خواص جبر رو متوجه میشوند. وقتی میبیند که نکته اینجاست، وقتی میبیند جبر از سوی جبار مطلق است، به این جبر اختیاراً گردن مینهد، اختیاراً به جبر الوهی گردن می نهد و اختیاراً جبر خدا رو قبول می کند، می فهمد، چون چاره‌ای ندارد، هیچ چاره‌ای جز قبول جبر الوهیت نیست. او جبار است، او جبار مطلق است، او جبر کننده کامل است. بنابراین انسان هوشمند می تواند چنین کند، چون جبری را می بیند به اختیار جزئی خود به دنبال جبر الهی باشد. این مرتبه محققین، مرتبه انسانهای بالا و مرتبه انسانهای خاص الخواص است، که میرسد به اینجا که میگوید رزم به رضایک تسلیم لامرک لا معبود سواک. این مرتبه بالایی است که خداوند هرچه بر من مقدر داشته ای، هرچه بر من قضای تو رفته است و هرچه تقدیر تو بوده است، من این رو میپذیرم و مانند جاهلان از قضا و قدر تو سر نمیکشم. جمله عالم مقر در اختیار، امر و نهی این بیار و آن میار. همه عالم در این که این رو بیار این رو نیار. خب وقتی که کسی نتواند بیاورد، اختیار جزئی نداشته باشد که این را بیاورد یا نیاورد، که این امر و نهی مفهومی ندارد. این امر و نهی های شارع همچنین است. خداوند مثلا می فرماید اقیم الصلاة، نماز برپای دار. اگر من مجبور بودم که این امر که در جای خودش نبود، خداوند آن اختیار که داده است به من میگوید که میفرماید که اقیم الصلاة، نماز برپای بدارید، روزه بگیرید، چیز این امر و نهی. و اگر ما انجام ندهیم شاید برای او مجازاتی هم در نظر گرفته باشد. خب اگر مجازات در نظر گرفته باشد، اگر من مختار نباشم در این حد، مجازات های الهی بیهوده خواهد بود، دیگر برای چه مجازات کند؟ وقتی خود خداوند اذن نداده که من نماز
بخوانم از نداده که من روزه بگیرم، اگر من نماز نخواندم و روزه نگرفتم خداوند چرا مرا عقاب کند؟ خب این خلاف حکمت الوهی است. بنابراین وقتی خدا میفرماید که این کار رو انجام بده و این کار رو انجام نده، اوامر و نواهی شارع مقدس دلیل بر اختیار جزئی ما هست. و یک دلیل دیگر هم همین نظام عقاب و عذابی است که برای انجام ندادن اینها و عدم انتهای از مناهی و عدم اجابت اون واجبات الهی به وجود می آید و ما در آنجا معاقب هستیم و مورد تعقیب خداوند و عدل الهی قرار خواهیم گرفت. جبریش گوید که امر و نهی لاست. جبری می گوید که نه امر وجود دارد نه نهی وجود دارد، اختیاری نیست. این جمله خطاست. در خرد جبر از قدر رسواتر است، زان که جبری حس خود را منکر است. میگوید جبری آن حس درونی که دارد که این که من میتوانم یا نمیتوانم، یعنی آن اختیار جزئی را هم نبایستی دیگر از دست بدهد. در خرد جبر از قدر رسواتر است. در مورد موارد عقلانی جبر از قدر رسواتر. چرا؟ چون که جبر می فهمد که اختیاری دارد، می تواند برخلاف آنچه که جبر است یک اعمالی را انجام دهد. سنگ را هرگز نگوید کس بیا، اختیاری هست ما را بی گمان، حس را منکر نتانی شد ایام. بدون گمان و بدون شک حتما یک اختیاری ما داریم که آن رو اسمش رو گذاشتیم اختیار جزئی. در برابر جبر که منکر نتانی شد ایان، سنگ را هرگز نگوید کس بیا. کسی به سنگ میگه که پاشو بیا، من به این مجسمه میگویم که اندکی جلوتر بیا، هیچ وقت چنین نمیگم. چرا؟ چون معتقدم او اختیاری نداره. ولی به یک انسان میگویم چون او اختیار داره. سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفایی؟ به یک کلوخ بگوییم که چرا وفادار نیستی، دنبال من بیا، به عهدی که بسته ای وفا کن. خب چون چیزی نخواهد بود، چون که او مجبور است. چون مجبور است من از او انتظار وفا ندارم، اما از دیگران انتظار وفا دارم، از دوستم، از همراهم انتظار وفا دارم. چرا که او رو مختار می دانم در آن حدی که مقبول است. آدمی را کس نگوید هین بپر. کسی به شما بیرون میگه که بپر 100 متر بالاتر، بپر یه دوری بزن بیا، نه، میداند که من مجبورم و مجبور جاذبه هستم و من نمیتوانم چنین کنم. یا بیا ای کور تو در من نگر. کسی به یک کور میگوید که نگاه کن منو، نه نمیگه، چون میداند که او اختیاری ندارد، او جبریست. منظور این است که این امر و نهی‌هایی که ما می‌کنیم، این خواهش‌ها و چیزهایی که می‌کنیم مربوط به اختیار است. اینها خود دلیل اختیار است. این که ما از کسی چیزی می‌خواهیم و می‌گوییم این کار را بکن، به کسی می‌گوییم این کار را نکن، خود این دلیل اختیار است. چرا که ما مشابه این رو به دیگران نمی‌گوییم. امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را ای پاک جی. خب امر کنی، نهی کنی، به کسی خشم میکنی، خب این مشخصه که این خشم مربوط به چیست. چرا خشم میگیم؟ ما به سنگ خشم میگیم میشویم؟ نه. به یک درخت خشم میگیم میشویم؟ نه. چون که احساس میکنیم که او هیچ اختیاری از خود ندارد. امر و نهی و خشم و تشریف، مشرف شدن، عتیب، عتیب ممال عتاب هست. عتاب یعنی دقیقه سرزنش کردن. یکی نیست جز مختار را ای پاک جیب، ای که جیبت، جیب یعنی گریبان، ای درون، ای کسی که درونت پاک هست، این جز مختار را نیست. این امر و نهی هایی که می کنیم، این خشم و غضبی که داریم،
این یکی رو تحویل میگیریم، خیلی مثلا میگیم خوش آمدید، اینها به خاطر این است که اختیار وجود دارد. اگه اختیار نبود که خوش آمد برای چیز، این تشریف وجود برای چیز، یا عتاب و قهر برای چیز، هیچ مفهومی نداره. این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یک دلیل دیگر هم این است که من آیا فردا بروم یا نروم، من در جلسه شرکت بکنم یا نکنم. این خود دلیل چی هست؟ دلیل اختیار است که روشن. جمله قرآن امر و نهی است و وعید. امر کردن سنگ مرمر را که دید. می‌فرماید که کل قرآن امر و نهی است، وعده و وعید است، از دوزخ ترسانده و ما رو به بهشت به جنت بشارت داده است. خب کل قرآن اینجوری. اگر چنین نبود، اگر ما اختیار نداشتیم که قرآن چنین از ما این مسائل رو نمی‌خواست. کسی دیده اید که به سنگ مرمر امر کند، به سنگ مرمر بگه که ای سنگ مثلا یه چند قدم بیا، بیا جلوتر، چون این چیزی نخواهد بود. هیچ دانا، هیچ عاقل این کند، با کلوخ و سنگ خشم و کین کند. آیا هیچ کس عاقل و دانایی مثلا سنگ رو میزنه که چرا به حرفم گوش نکردی؟ نه، انسان عاقل و دانا چون این نمی کند، چون میدونه که او اختیاری از خود ندارد. اوستادان کودکان را میزنند، آن ادب سنگ سیاه را کی کنند. اوستاهایی که در قدیم بودند و به شاگردانشون بعضا یه مثلا یه میزدن که حواسش سر جاش باشه، آیا اینها این سنگ رو ابزار خودشون میزنند؟ نه، میدانن که او اختیار ندارد. ولی این اگر دیر آمد به خاطر اینکه به نظم عادت کند، ممکن بود مثلا بر سرش یه جزئی بزنن که حواسش جمع باشه. هیچ گویی سنگ را فردا بیا. شما به کدام سنگ میگه فردا بیا مثلا کارت دارم مثلا، ولی چون مجبور است، ولی به مختار میگی. هیچ گویی سنگ را فردا بیا، ور نیایی میدهم بد را سزا. اگه فردا نیای به سنگ بگی که به سنگ مرمر بگی اگه فردا نیای مثلا دفتر حسابتو میرسم، مثلا اخراجت میکنم. خالقی کو اختر و گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند. خالقی که خداوندی که این جهان به این عظمت رو به این دقت و به این علم و به این ظرافت عظیم آفریده است، او چگونه میتواند امر و نهی جاهلانه بکند در حالی که میداند که او نخواهد توانست این رو بگه؟ تکلیف مالایطاق است که ناپسند و مذموم است، تکلیف آنچه که کسی طاقتی نداره. ببینید ما در مورد موارد مشابه همچنین است. ما به یک کودک 3 ساله میگوییم که مثلا این سنگ 100 کیلویی رو بردار، با اینکه اختیار دارد، ولی ما حدود اختیارات او رو میدانیم. به او دستور میدهیم که مثلا این قاشق رو بردار، مثلا این اسباب بازی رو مثلا بردار، ولی هیچ وقت نمیگیم که این سنگ 100 کیلویی رو بردار. اینا خیلی دلایل روشن و ظاهر و آشکاری است. چرا نمیگوییم؟ چون او در اختیارش محدودیت دارد. او اختیار بلند کردن مثلا یک چیزی به وزن مثلا 4-5 کیلو بیشتر رو ندارد. بنابراین ما به او چنین تکلیفی رو نمیکنیم. وقتی ما که عاقلیم چنین تکلیفی نمیکنیم، خداوند که عقل کل هست، عقل مطلق است و عاقل محض است، او حتما چنین کاری رو از ما نخواهد. مثال مشهوری رو میزند، حکایت باغبان در بیان رد مذهب جبر و اثبات طریقه اختیار. مولانا این مثال رو میزند که اختیاری ما داریم و علیه مکتب جبر کامل سخن میگوید که قول و فعل مختار این است، قول و فعل مختار این است و مذهب همین. قولی و فعلی که ما اختیار کرده ایم همین است. مذهب ما هم مذهب نه جبر کامل و نه اختیار کامل است. لا جبرم و لا تفویض بل امرم بین الامرین. این که به امام صادق نسبت داده شده است، البته خیلی سندش صحیح نیست، سند صحیحی برای این ما نداریم که از امام صادق باشد، ولی خب چون غالبا قبول کرده اند ما هم قبول میکنیم. امام صادق میفرماید لا جبرم و لا تفویض بل امرم بین الامرین. نه جبر است نه تفویض است، بلکه امری بین این دو هست. نه تفویض کامل است
اینکه اختیار کامل باشد و نه جبر کامل است، بلکه امر بین الامرین است، امری است میان این دو که البته تلقی خود رو نسبت به اون عرض می کنم. خب مثال می زند، میگه یه نفر رفت به رفت در باغ دیگری، رفت بالای درخت و اونجا شروع کرد میوه های خوشمزه رو خوردن. باغبان اومد گفت هی آنجا چه کار میکنه؟ گفت من کاری نمی کنم. گفت این درخت منه. گفت من کاری نمی کنم، من از درخت خدا میوه خدا رو با دستی که با دست خدا میگیرم و میخورم و این هیچ ایراد نداره. گفت بخور. بعد که خورد او رو کشید پایین، با تناب بست او رو به درخت و داشت با چوب میزد. گفت چرا میزنی؟ گفت من با چوب خدا دارم بنده خدا رو میزنم. خب این چه اشکال دارد؟ هیچ ایرادی نداره. آن یکی بر رفت بالای درخت، میفشاند و میوه را دزدانه سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، دنی یعنی پست، گفت ای دنی از خدا شرمید کو؟ چه میکنی یا چه میکنی؟ هم میتونیم بگیم کنی که اینها رو چرا میکنی یا چه میکنی. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمید کو؟ چه میکنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا گر خورد خرما که حق کردش عطا، خدا این خرما رو به من عطا کرد، عامیانه چه ملامت میکنی؟ بخل بر خان خدا بنده غنی. این رو خدا داده، این درخت مگه فعل خدا نیست؟ این خرما هم مال خداست و من هم بنده خدا هستم، خود خدا داره به من این رو میده و من دارم میخورم. گفت هین اینک بیاور آن رسن تناب، تا بگویم من جواب بلحسن، من به تو بگویم که چه هست. پس ببستش سخت آنگه بر درخت، میزد او بر پشت و ساقش زخم سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگنه را زار زار. گفت از چوب خدا این بنده اش، میزند بر پای دیگر بنده خش. یک بنده داره به پای بنده دیگرش میزنه. چوب حق و پشت و پهلو آن او، این چوب خداست، این پشتم این پهلو هم مال خداست، خدا آفریده دیگه. خب پس هر دو یکیست. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او، من فقط وسیله فرمان الهی هستم. گفت توبه کردم از جبری ایار، اختیار است اختیار است اختیار. میگه ای ایار یعنی کسی که به هر حال بله میتواند کارهایی رو انجام بده. ایار به معنای دزد یا شخص جلد و شخصی که آدم زرنگ و چابکی است. گفت توبه کردم از جبری ایار، اختیار است اختیار است اختیار، چون نی رنجور سر را بر مبند، اختیارت هست بر سبلت مخند، در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. باز میگه که در هر کاری که تو به آن علاقه مند هستی، حتما اختیار داری که به سمت آن علاقه مند هستی، وگرنه اگر اختیار نداشتی به سمت آن علاقه پیدا نمی کردی و به دنبال آن کار نمی رفتی. ما هیچ وقت به دنبال پریدن و پرواز در آسمان نمی دیم، چون که می دانیم که اختیار نداریم، ولی به دنبال مثلا رفتن به یه جای خوبی که مد نظر ماست، در آنجا این کار رو انجام می دهیم. و در آن کاری که میلت نیست خواست، خیش را جبری کنی کین از خدا. جایی که میل نداری چیه؟ جبر خدا رو بر خود تحمل می کنی. حتی ممکنه اون کار اختیاری باشه ها، ولی جبر خدا رو بهانه میکنی تا اون اختیاری رو انجام ندهی. میخوای مثلا درس بخونی، میگی مثلا سرم درد میکنه، خب به واسه یک امر جبری میخواهی یک اختیار رو از بین ببری. ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر جبر چیز. میگه این جبری که گفتیم، این جبر جبر درستی نیست، اما جبر یک سری دارد
و آن سر هم سری دارد که این رو در موارد بعدی میگوید. ای درویش، سر جبر آن است که موجد همه افعال یزدان است. سر جبر چیه؟ به وجود آورنده تمامی کارها خداوند است. یا غیر از اینه؟ کسی اعتقادی غیر از این دارد که معتقد باشد که او کارها رو به وجود می آورد؟ هر کاری که هست به وجود آورنده اش خداوند است. اما میان فعلی که با اختیار از بنده صادر شود و عملی که بی اختیار از او واقع گردد، در نفس الامر تفاوتی هست. یعنی فعلی که با اختیار صادر می شود و فعلی که بی اختیار صادر می شود. انسان یک کارهایی که انجام می دهد با اختیار است، کارهایی رو انجام می دهد بی اختیار. بین این دو یک تفاوتی است. یک مثالی دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. می خواهیم جبر را از اختیار تشخیص دهیم. دست کو لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را بلرزانی زجار. میگه یک کسی دستش لرزش دارد و یکی هم عمدن با اختیار این کار رو میکنه. اینها چه فرقی با هم دارن؟ خیلی زیبا با ما سخن میگوید. یکی این که یک نفر دستش رعشه دارد و بدون اختیار این حرکت میکند، و یک زمان هم هست که شخص خود با اختیارش رو به رعشه در میاره. اینها چه فرقی با هم دارن؟ خیلی نکته جالب و مثال زیبایی است. دست کو لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را بلرزانی زجاش. خودت با اختیار این کار رو بکنی، هر دو جنبش آفریده حق شناس. هر دو جنبش، هم این که اختیاری باشد و هم غیر اختیاری، همش آفریده حق هست. خداوند این حرکت رو آفریده است. لیک نتوان کرد این با آن قیاس. میگه این رو با آن نمیشود مقایسه کرد، چون از نظر ماهیت عقل ما میفهمد که دستی که خود به خود رعشه دارد و دستی که من خودم مرتعش میکنم با هم متفاوت است. این رو عقل انسان درک میکند. اما نیروی اصلی از کیست؟ از آن اصل است. آن نیرویی که در بازوی من هست، که آن عصبی که این رو میلرزاند بدون اختیار و با اختیار، همه اینها از قدرت خداوند است. زان پشیمانی که دادی لرزه اش، خود پشیمان نیست مرد مرتعش. خب کسی که دستش مرتعش هست، آیا پشیمان از این که چرا مثلا دستش می لرزد؟ ولی خودتون اگر دستتون رو لرزاندید و چیزی رو ریختید و مثلا صدمه ای زدید، پشیمان می شوید که چرا من دستم خورد به آنجا. ولی خب اگر بی اختیار باشد چه؟ میگوید فرق دارد. چرا؟ پشیمانی اصلا نتیجه چیست؟ پشیمانی نتیجه اختیار است و عدم پشیمانی نتیجه جبر است. بحث عقل استین، چه عقل هیلگر، تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. میگه این عقل هیلگره و یک ضعیف بایستی به آن پناه ببرد. کرد حق و کرد ما هر دو ببین. کاری که فعل ما و فعل خدا هر دو رو ببین. کرد ما را هست دان پیداست این. آیا ما فعل داریم؟ فعل ما هست یا نیست؟ میگوید بله، فعل ما هست، فعل حق هم هست، هر دو هستند، هر دو از جنس هستی هستند. گر نباشد فعل خلق اندر میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. خب اگر فعل حق در میان نباشد، اگر خداوند این فعل را انجام نداده باشد، نبایستی بگی که فلان کس، بگی چرا این کار رو کردی. وقتی میگوی چرا این کار رو کردی، نشان دهنده این است که آن مجبور نبوده است و اختیاری داشته است. فعل حق افعال ما را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. اینجا دیگه دقیق سخن مولانا آشکار میشه. میفرماید فعل حق افعال ما را موجد. خداوند فاعل مطلق است، چون توحید افعالی رو گفتیم. او فعل ما رو به وجود می آورد. خداوند فاعل است، فاعل کل است. آن فاعل فعل ما رو هم به وجود می آورد. فعل ما آثار خلق ایزد است. خب ما چه می کنیم؟ کارهای ما چیست؟ اثرهایی است که خداوند آن فعل رو آفریده است و فعل ما آثار آن آفریده است. زان که ناطق حرف بیند یا قرز، که شود یک دم محیط دو عرز. وقتی که ناطق
میگه که ناطق کسی که سخنور یا لفظ رو میبیند یا غرض از آن لفظ رو میبیند. این دو یک جا با هم جمع نمیشوند. اول لفظ رو میبیند و بعد میگوید این لفظ رو با چه غرضی به دیگران منتقل بکنم. این دو امر متفاوت است. اینها محیط نمیتوان احاطه نمیتوانند داشته باشند بر دو عرض. اینها دو تا عرض هستند، عرض حرف و عرض غرضی که شخص دارد، و این دو از همدیگه جدا هستند. گر به معنی رفت غافل شد ز حرف، وقتی که به معنی میرود از حرف غافل میشود، وقتی به حرف میرود از معنی غافل میشود. پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف، مرد کامل هر دو بیند در عیان. اما کسی که کامل است میتواند هر دوی اینها رو ببیند. او یقین دارد نماند در گمان، اختیاران اختیارش نیست کرد. اختیاری که خداوند دارد اختیار این بشر رو نیست میکند، از بین میبرد. اختیار خداوند حاکمیت پیدا میکند بر اختیار این شخص. اختیارش چون سواری زیر کرد، قدرتش بر اختیارات آنچنان نفع نکند اختیاری را از آن. ولی قدرتش به گونه ایست که این اختیار را از او سلب نمی کند. مثال خیلی ساده ای اگر بخواهیم بزنیم، علامه جعفری این مثال رو زدن که ذهن ما مثلا نزدیک بشه. می فهمو که این پریز برق رو که می بینید این همان فعل خداست. یعنی یک جامعه آمده یک کاری انجام داده و قدرت و قوت در آنجا جمع شده است. حال شما می توانید با این دوتا کار بکنید. یکی این که مثلا پریز مثلا کامپیوترتون رو بزنید و ازش استفاده علمی بکنید، یا اینکه بزنید و خودکشی کنید. اینجا دیگر این جزئی است. ولی اگر این برق از مبنا قطع شود شما چه کاری می توانید انجام بدهید؟ هیچ کاری بلد نیست. اختیار ما در همین حد است. اختیار جزئی ما در همین حد است. این برق با آن عظمتی که وجود دارد همه آمده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همین ها میان تا اینکه چیه؟ فقط تو غافل نباشی. چون اختیار داری غافل نباشی از این. همه آنچه که آمده است، این همه کارها انجام شده، این همه انرژی عظیم آمده است تا پریز خانه شما. شما می توانید با این دو گونه رفتار کنید و می توانید همچنان در وقتی استفاده می کنید استفاده خوب از کامپیوترتون ببرید و استفاده بد از آن ببرید. ولی اگر قطع بود چه؟ بر قطع بود شما کاری ازتون برمیاد؟ پس اون جبر کلیه. اگر او قطع می کرد دیگر به طور کلی شما هیچ اختیاری نداشتید. این تقریبا میشه یک تقریب به ذهنی رو بیان کرد. خواستش میگوی بر بچه کمال، که نباشد نسبت جبر و زلال. چون جبر رو با گمراهی مولانا یکی میداند. چون که گویی فسق من خواه بیست، خواه خود را نیز هم میدان که هست. او گفت می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. یکی داشت هی شراب میخورد، گفتن اینقدر نخورد، بعد گفت آیا خدا میدانست که من شراب خواهم خورد یا نمیدانست؟ تصمیم گرفت اگر بگه خدا نمیدانست که بگه این چه خداییست که عالم و علام نیست نمیدانست. اگر تصمیم گرفته بود که اگر گفت که خدا میدانست، گفت خب میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اگر من این شراب رو نخورم علم خدا جهل میشه، چون خدا میدانست که من میخورم. بنابراین اگر نخورم علم خدا جهل است، بایستی بخورم تا اینکه علم خدا جهل نشود. به خاطر خودم نمیخورم، به خاطر اینکه علم الهی تبدیل به جهل نشود و خداوند از مرتبه علمی خداوند مثلا خدشه‌ای وارد نشود، من این رو میگوید که اینها جوابهای متفاوتی دادن که آیا خدا میداند من چه خواهم کرد و چه باشد. دو تا جواب مهم به این دادن. یکی در نظریه شیعه هست که علم خداوند قابل تغییر است، که از آن به بدا تعبیر می شود. خداوند علم قابل تغییر هم دارد. خداوند می تواند علمش رو بر اساس اختیار جزئی تغییر دهد. ممکن است کسی علم خداوند به این تعلق گرفته که در 40 سالگی بمیرد.
دارویی پیدا می شود که آن مرض او رو به هر حال افاقه کند و او در 70 سالگی می میرد. آن وقت علم خداوند که بر مرگ این شخص در 40 سالگی تعلق گرفته بود معلق می شود به 70 سالگی او و او در همان زمان بدا حاصل می شود، یعنی علم خداوند تغییر می کند. دوم این که وقتی که خداوند می داند، جنس خداوند از جنس علم است ولی این جنسش از عمل است. ما چگونه می توانیم علم و عمل رو همسان بدانیم؟ و این یک تهافت عقلی است. یعنی علم خداوند، خداوند مفهومش این است که خداوند، علم خداوند باعث عمل من می شود. این علم ممکن است باعث علم من شود، عمل ممکن است باعث عمل شود، چون از یک جنس هستند. ولی علم و عمل که از یک جنس نیستند. علم خداوند که باعث عمل نمی شود، علم خدا باعث علم من می شود و عمل خداوند هم ممکن است باعث عمل من شود. ولی علمی که خدا دارد با عمل من از یک جنس نیستند، چون علم و عمل از یک ریشه نیستند. از لحاظ عقلی هیچ کس علم و عمل رو در یک جا قرار نمی دهد. ممکن است ما علم داشته باشیم عمل نکنیم، ممکن است عمل کنیم و بدون علم باشد. بنابراین اینها با همدیگر هیچ ملازمه‌ای ندارند. زن که بیخواه تو هم فسق تو نیست. خب میگه که من که فسق میکنم، فسق یعنی کار گناه کبیره‌ای که مسلمان انجام میدهد. مسلمان انجام به این میگن در اصلاح فسق میگوین. چون که گویی فسق من خواه وی است، بعدی که من میکنم خواسته خداست. خواه خود را نیز هم میدان که هست. بدان که اگر خواه خداوند هم باشد، خواه خود تو هم هست. زن که بیخواه تو هم فسق تو نیست. اگر بدون خواسته تو باشد که دیگر آن وقت فسق تو نیست، که فسق منتسب به تو نمی شود، چون بایستی در آن عمل شما نقشی داشته باشی. از این جهت است که فسق شما و عمل شما محسوب می شود. فسق با جبرش تناقض گفتنی است. این که بگویی جبر است و این فاسق است نمی شود، چون که اگر جبر بود که دیگر این فاسق نبود. آن که اول انجام داد او فاسق بود و فسق رو باید به او نسبت داد. نعوذ بالله، فسق رو باید به خدا نسبت داد که اگر این هیچ اختیاری نبود. ولی چون اختیار هست این فسق رو به بنده نسبت میدهیم. پایداری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. تو پا داری و یعنی اختیار راه رفتن داری، پا تو نباید پنهان کنی. اختیار دست رو داری و نمیتوانی پنهان کنی. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم گشت او را مراد. دست همچون بیل اشارت های او. میگه خدا که این دست رو به تو داد و این پا رو به تو داد، نشان دهنده این است که چیه؟ اختیار داری. با اینها یک کارهایی میخوای بکنی دیگه. چون اشارت هاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. پس اشارت های اسرارت دهند. اندکی از این اسرار جبر رو مولانا اینجا بیان کرد. بار بردارد ز تو بارت دهند، حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. اگر تو حامل چیزی هستی تو را هم محمول می کند. قابلیت داری برای چیزی، مقبول قابلان دیگر خواهی بود. قابل امر وی قائل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. میگه تو اختیار داری، وقتی که قبول نکنی امر خدا رو چه کسی میتونه به تو جبر کند؟ این که تو امر خدا رو قبول میکنی نشاندن اختیار تو هست. و وصل جویی، میخوای به اتصال برسی، به وصل کسی دست پیدا کنی. چگونه به آن اتصال پیدا میکنی؟ اول اون وصال رو میجویی، اختیار میکنی آن وصال رو و بعد به آن میرسی. سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. خداوند این قدرت رو داده، پس نسبت به آن اختیار داری و حق نداری که انکار نعمت خدا رو بکنی. شکر نعمت نعمتت افزون کند. خب نعمتی خدا داده، ولی اینکه تو اختیار داری که این نعمت رو شکر بکنی و موجب افزایش او خواهد بود.
کفر نعمت از کفت بیرون کند. بعضی جاها جبری نوشتن بعضی نسخه ها. شکر قدرت قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. یکی این رو گفتن، یکی هم این که خونیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، که این هم مشهوره. جبر تو خفتن بود در ره مخوز، تا نبینی آن در و درگه مخوز. میگه که مهم اینه که شما نمیدانی که جبر چیست، شما نمیدانی آیا این کاری که میکنی جبر است. داری به یک جایی میری، آیا میدانی که جبر است که شب رو در آنجا بمانی، یا اینکه اختیار است که بروی؟ کدامش است؟ چون ما نمیدانیم که جبر الهی چیست، بایستی به اختیار توجه کنیم. چون نمیدانیم جبر الهی چیست، بایستی به سمت اختیار حرکت کنیم. هین مخسب جبری بی اعتبار، جز به زیر آن درخت میوه‌دار. اگر هم اهل جبر هستی، آن وقت زیر درخت میوه‌دار بشین که لااقل میوهش بیفته و تو بتوانی از آن اعتزاق کنی. مشهور است که یک نفر میگفت که خداوند رزاق است، روزیدار هست. گفتم بعد خداوند روزی رسان است. و یک نفر خود این حکایت رو میکرد و من اون حکایت رو به شما نقل کنم. میگفت که من از حضرات آیات بود، از علمای اعلام بود. ایشون میگفت من جوان بودم به این نتیجه رسیدم که خدا روزی رسان است، رزاق است. خب من گفتم خدا اگر روزی رسان است، من خدا رو یک امتحانی بکنم که ببینم که مثلا خدا چگونه روزی رسان است. میگفت که پدرم یک حجره داشت و 3 روز تعطیل بود. من رفتم کلید رو گرفتم و رفتم آنجا داخل، هیچی هم با خودم نبردم. رفتم آنجا و در رو به روی خودم بستم و فقط آب برده بودم که مثلا کمی آب بخورم و وضو بگیرم. روزی رسان است دیگه. خب الان مثلا یک کسی در رو میزنه، میگه من در رو هم بسته بودم که چون بازار بایستی تعطیل میشد، همه درها رو باید میبست. میگفت من اونجا ماندم 1 روز، خبری نشد. خدایا روزی رسان هستی یا نیستی؟ روز دوم دیگر ضعف بر من غلبه کرد و کم کم بیهوش شدم، داشتم بیهوش میشدم. و روز سوم دیگه قضیه خیلی، گفتم خدایا تو میگن که روزی رسان هستی و تو جبر روزی داری. من دیگه گفت که میگفت که رو به قبله کردم و گفتم دیگه من در مردم دیگه، در حقیقت جان خودم رو در این مسیر گذاشتم. داده بود این شاگردشون در رو از پشت بسته بود که یک دفعه حواس نکنه خودش بره بیرون از اختیارش استفاده کنه. میگفت یک دفعه که در عالم خواب و بیداری بودم، دیدم که در بالای حجره ها در بازار یک سوراخ‌هایی هست، از اونجا یه صدایی میاد. میگفت که من خیلی توجه کردم که چیه، دیدم که کارگرانی آمدند و قیرگونی های بالای سقف رو و بعضی جاهایی که افتاده از این تعطیلات استفاده کردن و آمدن درست بودن. آمدن دقیقاً اونجا مثلا صبحونه یا ناهاری بخورند. اونجا دقیقاً بالا نشستن. منم گفتم خب ببین خدا جبر دیگه، خدا رساند. هی نشستم اینها صبحونه رو خوردن. بعد منم هی میخواستم بگم، گفتم نه نباید حرفی بزنم. تا اینکه میخواستن جمع کنن، دیدم نه نمیشه. یه سرفه مهمی بزرگی خلاصه کردم و میگفت که نگفتم داده اینا نزن. یه سرفه خیلی خیلی مثلا عظیمی انجام دادم. اینها گفتن ای مثل اینکه کسی هست اونجا. سرشون رو آوردم پایین، دیدم من اونجا. تو اینجا چی کار میکنی؟ مثلا هیچی، من گفتم موندم از اونجا نون انداختن برام. میگه من دیدم که خدا روزی رسانه، ولی یک سرفه هم از شما میخواد. درسته که خداوند روزی میرساند، ولی یک سرفه هم از ما میخواهد. این چنین نیست که کاملا جبری باشد. یک اختیار در حد سرفه، واقعیت هم اختیارم در همین حد، بیشتر هم نیست. در همین حد یک سرفه ما اختیار داریم که در برابر آن جبر بنشینیم.
هر که ماند از کاهلی بر شکر و صبر، کاهل تنبل میگه شکر میکنم صبر میکنم که چه شود، ولی یک صرفه در این صبر هم لازم است. او همی داند که گیرد پای جبر، هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را. جبر در معنی لغوی خود یعنی شکسته بندی. جبار کسی است که شکسته بند است. و یک عده میگویند جبار هم معنی جبار که نام خداوند، هم به معنای بسیار جبر کننده است و به معنی این که دلهای شکسته را هم ترمیم میکند، دلهای شکسته را هم خداوند میبندد. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگ بگسسته را. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پا را بسته ای؟ اگه اجازه بدید من 5 دقیقه از شما وقت بگیرم این رو تمام کنیم، این بحث دیگه خیلی طولانی شد. در بیان آنکه سالکان حواله افعال به ذات واحد کنند. خب سالکان چه میکنند؟ عارفان حق چه میکنند؟ همه کارها رو از آن خدا میدانند و اختیار جزئی خود رو هم در جبر کلی خداوند مستحیل میکنند و اختیار رو از خود بیرون میبرند. چرا که میگن برای عاشق در برابر معشوق که اختیاری نیست، معشوق هر چه فرماید او انجام میدهد. این تبعیت محض است و اختیار خود رو از کف میدهد، اختیار خود رو به آن مختار کل میسپارد. بنده را چه کار به اختیار در برابر آن مختار کل؟ و کل الذی شاهدته فعل واحدی به مفرده لکن به حجب الاکن. میگه هر چیزی رو که من شاهد بودم همش فعل واحد بود، همش یک فعل بود، آن هم فعل خداوند بود. او هم با انفراد خودش این کاره، چون خداوند یکیست، فعل هم یکیست و فعال هم یکیست، فاعل هم همو هست و فاعل و فعل و مفعول هم همه در حقیقت بنابر نظریه وحدت وجود همه یکیست. به مفرد لکن به حجب لکن. این حجاب هایی که در درون ما هست و این حجاب های وجودیه و حجاب های هستی که هست و ما تصور میکنیم که وجود داریم، اینها باعث شدن که ما اون وحدانیت خداوند رو نبینیم. و این زیادت جبر تخلق است. این جبری است که در خلق و در آفرینش خداوند به ما داده است و بالاتر از آن جبر کلی است، چون که حضرت صاحب گلشن میفرماید، شیخ محمود شبستری در گلشن راز میفرماید هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود او مانند گبر است. کسی که جبری نباشد او گبری است، یعنی زرتشتی است و آتش پرست است. و سخن ایشان اگرچه به ظاهر جبر می نماید، اما به معنی نچنان است. یکی از جبر گفتن ولی حقیقتا معنیش چیز دیگر است، معنیش معنی بین الامرین است. در آن حال گوینده و شنونده یکی و زبان و گوش آلتی بیش نیست، چون که در مقام قرب نکته ای از آن گفته می شود. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. جبر عشق اساساً با جبره، عاشق مجبور است، مجبور به دست معشوق است. این دیگه بالاتر از این هاست دیگه، اینجا کلن اختیار رو به طور کلی دیگه منکر می شود. وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. کسی که عاشق نیست او می گوید همه من اختیار دارم، ولی کسی که عاشق شد می فهمد که این نه این عشق به دست او بوده است، نه این عاشق بودن او به اختیار او هست و نه معشوق به اختیار او، هیچ. این معیت با حق است و جبر نیست. میگه این لفظش معیته، معیت یعنی مقام معیت. یک روز راجع به این صحبت میکنیم، مقام بسیار عالی است که انسان لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه نبی مرسل ولا ملک مقرب، که حالتهای مختلفی دارد. خدا پیغمبر می فرماید من با خداوند یه وقتی دارم که هیچ نبی مرسل و هیچ ملکی در آن حضور ندارد. این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی محض، این ابر نیست. ور بود این جبر، جبر عام نیست. ما که میگیم جبر، منظورمون جبر عوام نیست، عوام هیچ وقت این رو نخواهند فهمید.
هیچ وقت عوام فرق این جبری که ما میگوییم و آن جبری که او در ذهنش دارد هیچ وقت فرق این رو نخواهد فهمید. ما هم هیچ توضیحی نمیتوانیم بدهیم چون عوام است و هرگز نخواهد توانست این رو درک بکند. ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بگشادشان در دل بسر. کسانی که خداوند بصیرت به آنها داد، اینها میتوانند این جبر رو با آن جبر حساب کنند. جبر خواص و جبر خاص الخواص با جبر عوام زمین تا آسمان فاصله دارد. اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. هست بیرون قطره خرد و بزرگ، در صدف درهای خرد است و سترگ. میگه بعضی قطره هستن خیلی بزرگن ولی در داخل صدف خیلی کوچکه، ولی این کوچکی بسیار پربهاست و آن در بزرگی به هیچ دردی نمیخورد. طبع ناف آهو هستن قوم را، از برون خوندیز و از برون بله اینجا مثل این که طبع ناف آهو هستن قوم را، از برون خون در درونشان مشک ها. از بیرون کسی که نگاه میکنه خون میبینه ولی در درونش مشک ها هست. تو مگو کین مس برون بود محتقر، تو مگو این ناف بیرون خون بود، چون رود در ناف مشکی چون شود. وقتی که بیرون نگاه میکنی این خونه ولی در داخل مشک که بسیار خوشبو هست. تو مگو کین مس برون بود محتقر، در دل اکسیر چون گشته است زر. مس رو میبینی نمیدانی که اگر در این اکسیر برود این میشود طلا. اختیار و جبر در تو بود خیال، همان بحث خیالی که استاد فرمودن. اختیار و جبر در تو بود خیال، چون در ایشان رفت شد نور جلال. اختیار و جبر شد در حقیقت قضا و قدر و نور الهی شد. نان چو در سفره است باشد آن جمال، در تن مردم شود آن روح شاد. می‌فرماید که این جبری که عرفا میگویند مانند نان است. نان جامد جمادی است ولی وقتی انسان خورد جان می‌شود و آن جماد تبدیل به جان و روح می‌شود، انسان با آن روح می‌گیرد. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. شما بذارید در درون سفره این نان از بین نمی رود ولی اگر بخوری آن برها تبدیل به جان خواهد شد. قوت جان است این ای راست خان، تا چه باشد قوت آن جان. جان جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آن که آن را می بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار. هرچه گویی گفته ای می باشدان، هرچه روبی رفته ای می باشدان. کی کند آن مست جز عدل و ثواب، که ز جام حق چشیدست و شراب.